عرض تهیه رشته پلوی اصیل ایرانی و لذیذ. مواد لازم: برنج 3 پیمانه، رشته پلوی 5 پیمانه که حدود 150 گرم هستش، گوشت چرخ کرده 250 گرم، آرد نخوچی 2 قاشق غذاخوری که میتونید استفاده کنید یا نکنید، اختیاری هستش، پیاز رنده شده و آب گرفته شده 1 عدد، پیاز خلالی شده 2 عدد، کره آب شده 1/8 پیمانه، پودر زردچوبه 1 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری، کره 2 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده 3 قاشق غذاخوری. ابتدا برنج رو شسته و به همراه 2 قاشق غذاخوری نمک مخلوط کرده و برای 2 ساعت کنار بگذارید. سپس پیازهای خلالی شده را در تابه‌ای کاملا سرخ بکنید تا کاملا طلایی بشن. در حین سرخ کردن پیازها مقداری نمک هم به پیازها اضافه کنید. بعد از اینکه پیازها کاملا طلایی شدن، پیازها را کنار بگذارید. سپس در تابه‌ای 2 قاشق غذاخوری کره را اضافه کرده و اجازه بدید آب بشه. بعد از اینکه آب شد، با حرارت ملایم رشته ها را به کره اضافه کرده و برای 3 دقیقه تفت بدید. بعد از 3 دقیقه رشته ها رو کنار بگذارید. پیاز رنده شده و آب گرفته شده را به گوشت چرخ کرده اضافه کنید. آرد نخوچی رو اضافه کرده که میتونید اضافه نکنید، اختیاری هستش. پودر فلفل سیاه رو اضافه کرده. همچنین نصف زردچوبه ای رو که داریم اضافه کنید. به میزان لازم نمک اضافه کرده و مواد رو کاملا با دستتون ورز بدید تا تمام مواد مخلوط بشن و به خورده هم برن. سپس روی گوشت چرخ کرده رو پوشونده و برای 20 دقیقه در یخچال قرار بدید. بعد از 20 دقیقه از گوشت چرخ کرده شروع به درست کردن کوفته های بسیار کوچولو بکنید. سپس با حرارت ملایم کوفته ها رو داخل تابه با روغن کم تفت بدید تا رنگ کوفته ها عوض بشن و مقداری تفت بخورن. بعد از تفت خوردن کوفته ها رو کنار بگذارید. برای درست کردن برنج قابلمه رو سرخالی پر از آب کنید و اجازه بدید جوش بیاد. بعد از جوش اومدن قابلمه آب برنجی رو که خیس کردیم بگیرید و برنج رو به آب جوش اضافه کنید. اجازه بدید برای 5 دقیقه برنج در آب بپزه. بعد از اینکه 5 دقیقه از پخت برنج گذشت، رشته های تفت داده شده رو به برنج اضافه کنید. همچنین نصف زردچوبه باقی مونده رو نیز به برنج اضافه کرده و مواد رو با هم مخلوط کنید. اجازه بدید رشته ها با برنج برای 5 دقیقه دیگه در آب نیم پز بشن. بعد از 5 دقیقه که رشته ها در آب با برنج پخته شدن، برنج رو آبکش کنید. برای دم کردن برنج کف قابلمه‌تون رو روغن بریزید طوری که با روغن پوشونده بشه. اگر تعدیق سیب زمینی یا نون دوست دارید میتونید الان به قابلمه اضافه کنید. در غیر این صورت ته قابلمه 1 لایه برنج کشیده. سپس مقداری از برنج رشته پلو رو با کوفته های تفت داده شده مخلوط کنید و مقداری از کوفته ها رو وسط لایه برنج گذاشته و از پیاز داغی که قبلا درست کردیم روی کوفته ها مقداری بذارید. سپس لایه بعدی رو رشته پلو کشیده، کوفته ها رو روی لایه برنج گذاشته. دوستان اجازه ندید کوفته ها به دیواره قابلمه بخوره وگرنه در حین دم کشیدن میسوزه. کوفته ها رو همیشه وسط قرار بدین. سپس پیاز داغ رو روی کوفته ها ریخته و لایه آخر رو برنج کشیده. زعفران دم شده رو روی برنج ریخته. یه ته استکان به اندازه 2-3 قاشق غذاخوری نیز آب روی برنج ریخته. همچنین کره آب شده رو روی برنج بدید و دور در قابلمه رو حوله یا دمکنی پیچیده و اجازه بدید برنج با حرارت ملایم برای 30-45 دقیقه دم بکشه. رشته پلو آماده سرو هستش. میتونید با سبزی خوردن و یا هر چاشنی مورد علاقتون سرو بکنید. فوق‌العاده لذیذ و خوشمزه هستش و یک غذای سنتی.